پرورش دهندگان آبزیان در استانهای غیر ساحلی مانند استان مرکزی با مسائل و مشکلات متعددی روبرو هستند. ویروس، بیماری، بلایای طبیعی مانند سیل، حوادث غیر مترقبه از جمله آلودگی شیمیایی کارخانجات و خشکسالی مزارع پرورش ماهی را تحت تاثیر قرار می‌دهند و تولید کنندگان در این حوزه را با چالش جدی مواجه می‌کنند. ضرورت تولید آبزیان و نقش آنها در سبد غذایی خانوارها بر کسی پوشیده نیست. لذا اگر تولید و بازار مصرف در حوزه آبزیان را افزایش دهیم، رونق را در این حوزه شاهد خواهیم بود. از طرفی با فراهم شدن شرایط صادرات آبزیان می توان به ارزآوری در این حوزه نیز امیدوار بود. استان مرکزی به علت بهره‌مندی از رودخانه‌ها، چشمه‌ها و منابع آب طبیعی با اینکه در زمره استان‌های ساحلی نیست، اما ظرفیت‌های خوبی در حوزه پرورش آبزیان دارد و در تولید برخی گونه‌های آبزیان نیز رتبه‌های شاخصی را در سطح کشور به خود اختصاص داده است. مجتمع پرورش پنجلی هستیم، پرورش ماهی قزل‌آلا با ظرفیت 50 تن در سال و تولید 600 هزار قطعه بچه ماهی. مشکلاتی که توی بحث آبزی پروری ما در حال حاضر باهاش درگیر هستیم در کشور، تأمین تخم 600 است که عموما از منابع خارج از کشور وارد کشور ما میشه، از کشورهای اروپایی، هرچند که در سالهای اخیر اتفاقات خیلی خوبی افتاده و در بعضی از واحدها در استانهای لرستان و چهارمحال بختیاری و همچنین در استان مرکزی واحدهایی شروع کردن به بحث تکثیر و تولید تخم 600 با کیفیت مورد نیاز. البته ما در کنار تخمهای وارداتی تخمهای 600 ایرانی هم، بومی ایرانی هم وجود داره که با توجه به حالا بحث ژنتیک و کاری که روی تخمهای 600 اروپایی انجام میشه، خب طبیعتاً برای تولید کننده اون بچه ماهی و اون تخما به صرفه تره و بهتره و استقبال خوبی معمولاً از تخمای خارجی میشه. متاسفانه ما در چند سال اخیر مدام شاهد افزایش نرخ ارز بودیم و این افزایش نرخ ارز مستقیم بر قیمت تخم 600 تأثیر داشته. البته در کنار تخم 600 خب قسمت خیلی زیادی از قیمت تمام شده ماهی در تمام کشور و همه مزارع و در همه در واقع فارمای همه دنیا بحث خوراک ماهی است که ما اونجا متاسفانه قسمتی از نهادهایی که برای تولید خوراک ماهی هم ما نیاز داریم در داخل کشور باز از کشورهای خارجی تهیه میشه که اون هم مشکلات و در واقع مسائل بسیار بسیار پیچیده داره، هم از نظر قیمت، افزایش قیمت نهادهای وارداتی و بعضی از مواقع کمبود نهادها که به تولید حالا چه در بحث آبزیان و در حالا سایر رشته های کشاورزی آسیب خیلی زیادی زده. فروش ماهی عمدتا به صورت عمده از این واحد به بازار تهران انجام میشه. حدود 10 سال پیش ما تلاشایی کردیم که بتونیم ماهی رو صادر بکنیم و با توجه به اینکه در دسترس نبود برای ما یک واحد بسته‌بندی با استانداردهای لازمی که مورد نیاز کشورهای هدف مثل روسیه و کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس، ما موفق این هدف نشدیم، ولی در آینده برنامه صادرات با تکیه بر یه صنعت بسته‌بندی خیلی خوب رو داریم. در حال حاضرم ماهی به صورت عمده و به بازار بعثت جهت توزیع برای کل ایران ارسال میشه. قیمت ماهی تابع عرضه و تقاضا هم هست، این خیلی مهمه، اما به طور میانگین چیزی در حدود 5-10% با توجه به عرضه و تقاضا، ریت بین عرضه و تقاضا، بین 5-10% از قیمت ماهی که ما به دست مصرف کننده میرسه، معمولا 10% واسطه در واقع منتفع میشه. در سال 99 با توجه به مسائل کرونا و حالا مشکلاتی که برای بحث تقاضا و البته تولید به وجود آورد، ما آمار تولیدمون به عدد 5500 تن رسید. با توجه به منابع آبی که ما در استان داریم و مطالعاتی هم که روی این منابع انجام شده، پتانسیل استان تولید حدود 27 هزار تن ماهیه. برای نیاز
هر پرورشنده خب یه استخره، استخر تقریبا میشه بگی کامل. حالا این کامل بودن استخر یه برق شهری رو که ما میخوایم، کنار این برق شهری یه جنراتور یا یه دیزل یا یه موتور برق حداقل، که مخصوصا با این نوسانات برقی که ما تو این چند سال گذشته و امسال و پارسال به خصوص داشتیم، که متاسفانه خیلی ها واقعا تو این زمینه نابود شدن، یعنی حتی کسایی بودن که از کار خودشون دست کشیدن مجبورن. الان اکثرا به خاطر اینکه ماهی گرون شده، پرورشنده خب خودشون شاید استخری که دارن اجاره ای باشه، بعد همین باعث میشه کرایه ها بالا رفته باشن. به محض اینکه ماهی میره بالا، کارخونه های خوراک قیمتاشون افزایش می، بی دلیل بی جهت. کمبود آب یکی از مشکلات ماست، ما تو خود استان ما مثلا خب یه مشکلی که داریم کمبود بارون و حالا منابع زیرزمینیمونه. خیلی امسال نتونستن پرورشتن از بخاطر همین نبود آب. شاید گرونی مثلا ماهی رو بخوام به این رفت بدیم بی دلیل نباشه.